خب اول تشکر میکنم از حجوها و از حجوها امیدی که خب به بنده خیلی کمک کردن توی هدایت مسیر زندگی. من سال 93 که این اتفاق برام افتاد، خب به بعضی از دوستان، نزدیکان، خانواده همسرم، به خود همسرم، به برادرها، به خواهرم و اطرافیانم، همکارم، بعضی وقتا این مطالب رو گفتم آجا و اینکه در مورد فلانی فلان چیزی در مورد فلانی فلان جو شد، مثل همین تجربیات نزدیک به مرگ که میگفتن ما اینها رو دیدیم، ولی به بعضی که میگفتیم مسخره میکردن، زمینش نبود واقعا، و به بعضی که میگفتن موضع میگرفتن دیگه، من یعنی تصمیم گرفتم هیچ کسی چی نگم یا استاپ دادم حرف زدنم، و خیلی برای خودم سخت بود که من هم چیزی دیدم. چرا اول که چرا دیدم، چرا منو بردن 10 روز توی بیمارستان و این چیزها رو به من نشون دادن و من برگشتم بدون هیچ مأموریتی؟ مگه میشه؟ خب چون من این سری مطالب دیده بودم، مربوط به اشخاص نبود، مربوط به جامعه بود، نه جامعه ایران، به یک امت، به یک، حتی به کشورمون تنها نه، به جامعه اسلامی و یک چیز اجتماعی بود. من مونده بودم خب اینها چجور باید مطرح بشن؟ خب من که به خانواده خودم حرف من رو باور نمی کردن، یعنی باور می کردن، به من گفتن خب نگو. من تو همون بیمارستان خانمم بقید دستم بود، می گفت می نوشت، حالا دستخطشو دارم، خونشون آجامات دادن دستخطشو، حتی دستخط خانم من توی دفترچه کوچیک دارم که کنار تخت میگفتم مینوشت. اخوی بزرگی من کنار تخت من میشست، من هرچی میدیدم بهش میگفتم و اون متعجب مات میموند و اوشون باور داشت که چون که من از من چند تا چیز دیده بود، از غیب بهش گفته بودم کنار تخت که مادرم داره اومده پشت در منتظر فلان، اینها توی کتابشون دورده شده، ایشون بارها این اتفاق دیده بود و ایشون باور داشت و مینوشت برای من. و میگفتم یادت باشه اینا رو من برگشتم بعد بهم بگو بنویسم. خب ولی مونده بودم این مطالب کجا و کی باید نشر بشه، و من شروع کردم مطالب خدمت شما عرض کردم و تقریبا 2 هفته بیشتر طول نکشید که شما چاپ اول کتاب رو آماده کردید و یه مقدارش هم حالا ارشاد هست کرد از اینکه 50 خوردی صفحش 146 صفحه بود که شد 97 یا 96 صفحه، یعنی نزدیک 60 صفحش حذف شد این کتاب، و مطالبی بود که شاید تو اون تایم خیلی به درد مردم میخورد و حذف شد. خودم خیلی حسرت میخورم و خیلی اصرار داشتم این مطالب نشر بده کنم، و امیدوارم به حقیقت زهرا خدا این صداقت رو به زبون من بده، من کلمه این بالا پایین نگم، و چون میدونم پشت هر کلمه پایین بالا گفتنی حساب رسی ها هست و من خودم اصلا دلم نمیخواد مدیون یه سری افراد بشن که اون دنیا اونها بشن از من بازخواست بکنه. من سعی میکنم واف به واف بگم، امیدوارم خدا کمک کنه اون رسالتی که شاید گردن من بوده که من اونها رو بهم نشون دادم و باید بگم، اون رسالت رو درست انجام داده بشن و توش معصومیتی که باید هر رسولی داشته باشه تو دریافت و ابلاغ، من اون داشته باشم، اون رسالت، اون وظیفه رو درست انجام بده. سناریو چیده بودن؟ من اینجور یه ویروسی هست که ما بهش میگیم حالا ویروس، نمیدونم دقیقا، هم میکروبی داره هم ویروسه، یه وقتی میزنه به مغز، بین لایه های مغز عفونت ایجاد میکنه و برگشت ناپذیر، صدمه‌ای که به لایه های مغز میخوره برگشت ناپذیر، هر قسمت از مغز رو بزنه اون قسمت دیگه فلج، و معمولا 3 یا 4 روز میکشه این مریضه، یعنی هیچ تعارفی نداره. آنسفالیت بهش میگن، منگوسفالیت بهش میگن، هرپس مغزی بهش میگن، تبخال مغزی بهش میگن، قارچ سیاه، همون ویروس تبخالی که تو بدن همه هست، اینو میاد تو مغز میزنه، تو لایه های مغز میزنه. من این ویروس
تمام دهنم گرفته، آب دهنم رو نمیتونستم آب نمیتونستم این محصول همون انبه بود؟ از لفت اون انبه رو خوردیم شروع شد. بعدا فهمیدید که از کجا حالا بگم خدمت من رو بردن، من دیدم هرچی میخوام تمرکز کنم که این گزارش رو تکمیل کنم 3-4 صفحه نمیشته بودم، ولی نمیتونستم اینو ادامه بدم. اصلا مانیتور رو 3-4 تا میدیدم و از سردرد و گردن درد، گردنم شده بود مثل یک میله آهنی، اینقدر درد میکرد و سرم رو تپون نمیتونستم بدم، راه نمیتونستم برم، سرم رو گرفته دادم دستم فشار میدادم فقط درد سرم آروم بشه، فقط با یه دست تایپ میکردم فقط این تایپ تموم شد گزارش رو بدم. اینقدر احساس میکردم که شاید به آنی، شاید به دقیقه، به ساعت این خطر عملیاتی بشه و شروع کردم گزارش رو جمع کردم. دم نمیتونم، واقعا دیگه نمیتونست، گفتم برم خونه، برم خونه فردا میام دکمهش میکنم. رفتم خونه دیدم بنده خدا خانمم تازه شیمی درمانی کرد، رو تخت افتاده بود، بنده خدا داشت ناله میکرد و بچه هم بنده خدا گشنه دشنه، مادرشون مریض بود، منم 10-12 روز نبود. رسیدم خونه دیدم خانم حالش بده، یکم بچه ها رو فراوری کردم خانم رو بردم دکتر، یه مسکن زد آمپولش رو زد برگشت. بعد به خانم گفتم خانم من اصلا حالا خودم خوب نیست، من دارم اصلا یه جوری هم فکر میکنم دارم میمیرم و فهمیدم دارم میمیرم. گفت خب برو درمونگاه نگفت نه خانم من دارم میمیرم، مثل به این فهمونده داری میمیریم. خب چیکار کنم؟ گفتم خانم باش تو من برم بیمارستان. بعد هم اصلا نمیتونم برم بیمارستان، گفتم خانم زنگ بزنم داداشم بیاد بیمارستان برایت، الان من برم بیمارستان برایت، سوار ماشین شدم برم بیمارستان، دیدم اصلا نمیتونم پشت ماشین بشم. گفتم خانم بیا بغل اصلا بشیم، فقط اگه تصادف کردیم بگو و همونجوری بود و اورژانس بیاد منو ببر. نشستم پشت ماشین و خانم بغل دستم، من فقط نور ماشین های جلویی رو چراغ سنی پشت ماشین رو میزنم جلو حرکت میگه قرمزی چراغ رو و از بین پلکام میدیدم نور دیوانه میکرد، یعنی مثلا هر نوع نوری مثل یه سیخ داغ رو که میکردن جو چشمام بسته بودم و از بین پلکام فقط نور ماشین جلویی رو میدیدم و اون رو تعقیب میکردم تا رسیدم در بیمارستان بقیت الله و وارد بیمارستان شدیم. و هم اول دکتری که اون اول تلیاج بهش میگن چیه دکتری تشخیص میده وضعیت مثلا مریض در چه حده، شون من رو معاینه کرد گفت که چطه؟ گفتم من تب و لرز دارم. گفت که طوری نیست، برو بشین حالا بعد نوبت دیگه برو. گفتم آقا من دارم میمیرم. گفت برو آقا طوری نیست که این مریض بعد حال داریم برو. دو سه بار گفتم آقا من دارم میمیرم، با داد سر من گفت برو پایین. من بلند شدم رفتم پایین، رفتم رو برانکار دراز بکشم که اگه دراز میکشیدم میمردم، یعنی تو همون حالت رو هم برانکار میمردم. به من داد گفت نه خواب رو برم، گفت من مریض بدحاله، برو اون رو صندلی بشی. رفتم رو صندلی نشستم، بعد خانم رفت تو صف نوبت که نوبت بگیره فیش برداخت کنه. تو همین تایم داده شم رسید بیمارستان بقیت الله. بسید بقیت الله زیر بقلای من گرفت که آقا بلند شو بریم مثلا بیرون یه بیمارستانی دیگه. من میدونستم پام از بیمارستان بذارم بیرون رفتم و فهمیدم مثلا مرگ رو حس کردم، اون هیبت مرگ من گرفته بود. گفتم داداش من دارم میبینم، دست بهم نزن که اگه هم بمیرم تو همین بیمارستان سپاه ببرم. به زور زیر بغل من گرفت که بلند کنم به زور ببره کف اورژانس، بردم زمین، بردم زمین، افتادم زمین، شروع کردم سر داداشم داد بزد کنم آقا ولم کن مثلا برو کاری بهت ندارم برو. این داد بیداد ما رو دکتر خود بخش اورژانس فهمید، اومد گفت چطه چرا داد میزنی؟ گفتم آقا من دارم میمیرم. گفت چطه؟ گفتم آقا من فکر کنم منینجیت دارم. حالا منینجیت رو کجا من دیده بودم؟ تو دوره آموزشی یک خب من بهیار اونجا بودم، این کمک دورای هلال احمر رو اینها رو دیده بودم توی بیمارستان خود آموزشگاه
من آمپول میزدم، سرم میزدم، بعدی کمک میکردم میزدم، این رو انجام میدم. یک شب یکی از سربازها حالش بد شده بود، دل درد، سر درد، حال تهوع، گردن درد، و ایشون ریش مشکل نداشت، گلوش مشکل نداشت، فقط سر درد خیلی وحشتناک داشت. و این میگفت من دارم میمیرم. من گفتم چش دکتر نبود. پرستار گفت که آقا این تمام روز کرده میخواد زیر رژه بره کنار بشه. گفتم نه این حالش بده. گفت نه این فلان. زنگ زدم به دکتر، دکتر گفت من دیدمش رفتم، ولی بذار الان امشب یه مسکن برایش زدیم، یه دارو برایش زدیم تو سرم، حالا خوب شد، خوب فردا خوب میشه دیگه. ولی هی میگفت دارم میمیرم. فردا صبحش فوت کردش و بعد فهمیدیم ایشون منجیت گرفته بوده، سم منجیتی که من گرفته بودم. و من این علائم منجیت تو ذهنم بود. من اینجا نمیدونم کی به زبانم آورد اونو، به یادم آورد که من گفتم منجیت دارم، اصلا نمیدونم کی به زبانم آورد. و این دکتر تو ذهنش اومد. یک هفته، دو هفته قبل، سه تا بچهای یکی یگانه دیگه از بچهای خودمون توی منطقه و همین ویروس آلود شدن، دو تاشون رحمت خدا رفته بودن، یکیشون تو کما بود. و این فهمید من به همون ویروس آلوده شدم و منو برد سریع ماسک داد به خانمی، ماسک داد به داداشم، یه پتو انداخت رو سر من، با ویلچر منو ویلچر بردن، منو بردن توی اتاق تهشور خونه، اونجا منو گذاشتن. بعد اتاق ایزوله رو خالی کردن تو خود بخش اورژانس بیمارستان اعتدال، کنارش یک قسمت ایزوله دارن، یک اتاق تک نفریه، اون رو خالی کردن، من رفتم تو قسمت ایزوله رو تخت خوابیدم و خانم بغل دستم. و همینجور دکتر با خانم من دعوا میکرد، چرا دیر آوردنش، این الان اصلا امیدی به برگشتش نیست. دو سه نفر داشتیم، دو تاشون رحمت خدا رفته، یکشم تو کما هست. هی اینجوری میگفت، بعد نگاه کردید مثلا خانم هم موهاش ریخته، ابروهاش ریخته، مثلا موجهاش ریخته، خوشی میدرمانی میکرد دیگه، اصلا حال این نزارتر از دیگه چیزش نبود. چیزش نگفت، رفت پشت دیوار و شروع کرد گریه کردن، یه چند تا اشک ریخت. خانم شما؟ نه دکتر. دکتر بچه بسیج خیلی آدم خوب بود، ایشون من نجات داد، اصلا ایشون من از کف اورژانس جمع کرد و برد پسر جوان رو، خدا شما خیلیش بده. و شروع کرد دستور داد همزمان هم داروی منجیت ویروسی رو برای من زدن، هم داروی ویروس میکروبی منجیت رو، همزمان دو نوع آنتیبیوتیک تو سرم زدن برای من. اسم اون جوان یادتونه؟ نه تایم میدم نیست، چون که هنوز به اون فضا نرفته بود. و من تو تخت دراز کشتم و شروع کردن آزمایش های مختلفی از من گرفتن، آدرار و خون و فلان اینها، تب من دیدن تب 41 درجه است. و من تو تخت دراز کشتم، چشمام گفتم خانم چرا خاموش کنید، چرا خاموش کرده. و من دیگه هیچی نمیدیدم، چشمام کامل بسته بود، سرم رو گرفته و من دو دستم و با این دستم فشار میدادم سرمون توی دسته تخت که درد این اون سردرد من آرام. خب تو اون تایم خیلی سردرد وحشتناک داشتم، مثل اینکه خب سر منو گذاشته باشن بین گیره و این گیره رو همینجوری سفت بکنن و هر لحظه داشتم گیره سفتر میشد و درد بیشتری من تو سرم حس میکردم، چشمم از حلقه داشت میزد بیرون و فضای حالا تحمل آستانه در من دیگه تمام شده بود و به هر دری میزدم که این از دست این درد خلاص بده کن. و گفتم انقدر تب خیلی شدیدی داشتم، این تب حالا یک طرف بود، این تب ناشی از اون عفونتی بود که بین لایه های مغز ایجاد شده بود و سردرد بیش از اندازه بود که من تحمل میکردم، مثل اینکه سر من رو گذاشته بودم بین یه گیره و از هر طرف داشتن سفت میکردن و من جوری شده بود که
فقط میخواستم از دست این درد خلاصی پیدا کنم. این با این دست چپ خودم فشار میدادم سر خودم تو اون دستگیری تخت که درد اون درد سرم رو از یادم ببرم. و همینجوری به قولن التهاب سر من و مریضی من داشت شدت پیدا میکرد و میدونم چون که از دکترها بعد از که مریضی منیجی تو توی دوره آموزشی دیده بودم خیلی تحقیق کردم آقا منیجی چیه 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 و متوجه شدم که این مریضی منیجی دو سه روزه یه خیلی بخواد دوام بده یک هفته ای انسان از پا در میاره و من تقریبا روز سوم بود که این بلا سرم اومده بود و شدت گرفته بود مریضی و خب من دیگه تو اون تایم صدا نفسم رو دیگه نشنیدم، هم همه بیمارستان رو دیگه نشنیدم، صدا حرکت خون تو رگ‌هام رو که مثل صدای اینها بود دیگه نشنیدم، تمام شد و دردم تمام شد. خب مثل اینکه یک آرامش بهم دست داده بود، من چشمم آروم باز کردم، خیلی آرام شده بودم، خیلی آرامش پیدا کرده بودم. چشمم آروم باز کردم دیدم خب مثل اینکه من 30 متر زیر آبم. خب من دور غواصی هم میرفتم مثلا 5 6 متر زیر آب میرفتیم این نور خورشید رو سطح آب میدیدیم، اون تا این دفعه مثل اینکه 30 متر زیر آب بودم و سطح آب طوفان بود، مثل یک طوفان خیلی شدیدی رو سطح آب بود، یک تلاطم خیلی زیادی سطح آب داشت ولی پایین آروم بود، یعنی من تو آرامش بودم ولی اون بالا مثل که طوفانی شده بود. و یک حالا اون گوی لرزانی که من میگم مثل خورشید بود، مثل یک دالون نور، مثل یک گرداب نور تا من باز، یک شعاع نور تا من باز شد و من بی اختیار خیلی آروم به سمت اون من رو به سمت خودش میکشید و من رفتم بالا. تا یه حدی که رفتم بالا دیدم صدای مادر بزرگم میاد. مادر بزرگم من سال فکر کنم 80 یا 81 رحمت خدا رفتن، 72 یا 80 رحمت خدا رفته بودن، در 13 سال قبلش. اما من صداشون رو میشنیدم، صدا اسم کوچیکم صدا میکردن، اه فلانی اومد، مثل که تعجب کرده بودن که من دارم میرم و مثل حالا وقتش نبوده یا هرچی تعجب کرده بودن. بعد همجور که نزدیکتر میشدم بیشتر صدا رو میشنیدم، دیدم که مثلا همه اموات من، اجداد من تا خب یه طرف اجداد ما سعادات هستن تا امام کاظم، از این طرف مثلا تا حالا اجداد من که نمیشناختم هیچ کدوم، شاید فقط میدونستم اینها اجداد منن. میدیدین این افراد؟ نه اصلا نمیدیدم، فقط میدونستم اون بالا هستن و همه اونا رو میشنیدم، حضورشون رو احساس میکردم و میدونستم منتظر منن. فقط صدای مادر بزرگ تشخیص نه صدای مادر بزرگم بود تشخیص آره تشخیص صدای مادر بزرگم و پدر بزرگم بود. اونم مرحوم شده بود، اونم مرحوم شده بود یک سال دو سال بعد از مادر بزرگم ایشون مرحوم. بین صداهای اینها در واقع شما متمرکز روی این صدا شدید؟ آره من پایین تا تشخیص دادم. بشنوید میشنیدید؟ همه رو میشنیدم ولی اونا که میشناختم فقط این دوتا بود که از همدیگه سوال میکردم گوه پس چی شد، چرا نیومد، چرا دیر میاد، چرا. همه رو میشنیدید مثل اینکه مثلا میگیم آقا الان تلویزیون همه کانالاشو دارم، داره همه شبکه هم داره یه جا پخش میشه، ولی من مثلا شبکه یک رو دارم نگاه میکنم، هر شبکه که بخوام میزنم. مثل یک جلسه مثلا کنفرانسی بود که همه با هم دیگه از هم سوال میکردن در مورد یه موضوع خاص و اون موضوع خاص من بودم و همه مخاطبشون به نظرم مادر بزرگم بودن، یعنی اخبار من از مادر بزرگ من میگرفتن که چرا نیومد، بس چی شد، گیر کرده نمیاد، بس مشکلی چیه، چرا نیومد. من نزدیک های اون حالا دالون رو رسیدم دیدم مثل که بیشتر نمیتونم نزدیک بشم، گیر کردم به یه چیز، یه نفر منو گرفته و من تمام توجه هم به بالا سرم بود که اون دالون نور بالا سر، یعنی اون بالایی که سطح آب مثلا من میگم بود.
یه لحظه خب گفتم خیلی اشتیاق داشتم اون درد از من خلاص از دستش خلاص شده بودم، خیلی آروم شده بودم، خیلی اشتیاق داشتم سریع برم اون بر مثل که اجدادم دوست داشتم ببینم، مثلا میدونستم خیلی اونجا تحویلم میگیرن، مثلا خیلی هوامون دارن، خیلی اشتیاق داشتم برم، دارم نمیتونم و ناراحت بودم چرا نمیتونم، مخواستم ببینم کی منو گرفته، به چی گیر کردم. یه لحظه توجه هم جلب شد به پایین که آقا کی منو گرفته، دیدم به محضی که نگاه به پایین کردم، حالا مثلا من بگم روی سینم، دیدم یک پیرمردی با یک چهره بسیار بسیار نورانی، بسیار بسیار جذاب. من از زیباییشون هر چی بگم کم، مثلا قابل توصیف نیست که بگم مثلا مثل کی، ولی از جذابیت و از جذبه و ابهت مثلا حضرت آقا رو در نظر بگیرید، بسیار نورانی تر، موهای بلند، محاسن بلند، و مثل این که مثلا من پدر بزرگم باشه ایشون. بسیار بسیار بهش علاقه داشتم، بعد از سالها مثلا ایشون رو دیدم و فقط دوست داشتم مثلا ایشون رو بغل بگیرم و انقدر من به ایشون اشتیاق داشتم، و این حس منو هزاران برابر کنید، ایشون به من اشتیاق داشت. مثل اینکه نوه یه شخصی رو بعد 10-20 سال ببری بهش بدی، نشون بدی. اما انقدر این جذبه ایشون و ابهت ایشون زیاد بود که من به شدت میترسیدم از ایشون. مثل یه بابا بزرگ عصبانی یا ناراحت یا متعجب با جذبه، که من اصلا هم میترسیدم نگاهش رو میکنم، هم میترسیدم پلک بزنیم چشممو ببندیم رو برگردیم. هم حیبت داشت، انقدر که ایشون هم زیبا و حیبت داشت و با این نگاه متعجب نگاه من میکرد. بعد من خب یک سنگینی بسیار زیادی رو سینم حس میکردم، مثل که یک چند تن وزن رو سینه من بودشته باشد. این نگاهی بهشون کردم، داشتم مثلا مات ایشون شده بودم، مثلا تکون نمیتونستم بخورم، مثلا جرأت نداشتم جیک بزنم، مثل یک گنجشکی که عقاب دیده کپ کرده بودم، اصلا هیچ تسلیم بودم. بعد ایشون با این نگاه به من گفت، یا اصلا حرفی که رد و بدل نمیشد، ولی مثل محتوای نگاه ایشون به من منتقل شد، من هم محتوای حرف خودم رو بهشون میفهموندم. یه چیزی ایشون به من گفت که اومدم جون تو بگیرم. من فهمیدم ایشون حضرت عزراییله و کار تمامه. بعد پیش خودم حالا گفتم که بابا مثلا با این هیبت اومدی مثلا سراغ من، من که نه راه در روی دارم فرار کنم، ما کجا برم وقتی اینجوری، مثلا میتونم مگه بگم نه، من قدرت اختیاری دارم، من بگم آیا نه، منم بگم من نبر، مثلا تصحیح چی نمیتونم بگم، من چیکار کنم؟ پیش خودم گفتم خب چیکار کنم. بعد پیش خودم فکر کردم خب من که تسلیمم، اول که کاری نمیتونستم بکنم، دو اینکه خب از دست اون دردم خلاص پیدا کرده بودم، از اون طرف هم میدونستم اون بالا منتظر من، و پیش خودم میگفتم من خیلی آدم خوبیم، میگفتم من خب مداح بودم، نمیدونم فرمانده بسیج بودم، من قاری قرآن بودم، هی پیش خودم گفتم، هی چیایی که پیش خودم میگفتم، مثلا هر کار خوبم پیش خودم میگفتم، آقا من این کار بودم، این کار بودم، این کار بودم، این کیسا رو انجام دادم، این کارا رو انجام دادم، اینقدر من وقت گذاشتم برای خدا و دین خدا و فلان، اینها همه زندگیم توی این مسیر بوده. گفتم حتما بهشتی هم دیگه. با یه حالت اطمینان خاطری به خودم گفتم خب بریم. این دوتا دستم رو بلند کردم به سمت حضرت عزراییل که آقا بریم، من آمدم بریم. شما از کی متوجه بدن برزخی خودت شدی؟ من هنوز متوجه نشده بودم. دستا رو میگی بلند کردم؟ فیزیکی بلند کردم. دستای فیزیکی؟ بله، هنوز فیزیکم بود. تو بدن خودتون؟ تو بدن خودم بودم. هنوز
همین بدن دستشو آورد بالا. همین بدن مثلا. بعد اون ملک الموت کنار شما ایستاد. من میدیدم روی سینم مثل اینکه نشسته بود یا ایستاده. شما خوابیده داری نگاهش میکنی؟ بله خوابیده بودم داشتم نگاهش میکردم. همون حالت سردردی که داشتی؟ نه دیگه سردرد نداشتم. خب این یعنی الان تو کدوم بدن، یعنی تو بدن مادی بودی و سردرد نداشتی؟ تو بدن مادی یا یه فاصله خیلی کمی از بدن مادی میشه، ولی خودم رو نمیدیدم، یعنی حس نداشتم که من یکی دیگه هم هست اینجا. پس هنوز متوجه بدن برزخی خودت نشده بودم؟ نه، یا اصلا نمیدونستم چه بلایی دارم سرم میاد، اصلا نمیدونستم چه اتفاق دارم میفته. دستم رو بلند کردم، دست خودم رو دیدم، دستم رو بلند کردم، گفتم بریم، همین دست فیزیکی، مثل تو بدنم بودم که اینه. بله تو بدنم بودم اصلا. دستم آوردم بالا، گفتم بریم. یعنی اونا که اطرافت بودن دیدن که دست آوردی بالا؟ نمیدونم، اصلا متوجه پیرامونم اصلا نبودم، مثل اینکه یک پرده دیگه باز شده بود و نه بقیه متوجه بودم من دارم چی میبینم، نه من متوجه بودم بقیه هستن تو پیرامون من. مثل که من الان اشخاصی رو ببینم اینجا که شما نمیبینید و من دست با دست با اونا دست بدم سلام کنم و شما اونها رو نبینید، همچی هستی، همچی حالتی که من اینو اتفاقا توی خیلی ها که دم احتضار هستن دیدم، مثلا با دست با یکی سلام میکنن، حرف میزنن، دست میدن، حتی اشاره میکنن، میگن برو اونجا بشه. من دیدم افرادی که اینجا بسن، من هم دقیقا همچی حالتی داشتم، یعنی دوتا دست خودم رو دیدم که بردم بالا، گفتم بریم. حالا یا من ایشونو میدیدم بقیه نمیدیدم. بعد خب مثل اینکه ایشون جا خورد که من چقدر آمادم بری رفتن، چقدر به خودم اطمینان دارم. بعد یک حالا به اراده ایشون یک پردهی باز شد، من میگم پرده نه، یک صفحه نمایش نه، اصلا اینجا بین دو دستم یک چیزی، یک نمایشگری، یک چیزی مشخص شد که من به هم نشون دادن یک سری چیار رو از بد و تولد تا لحظه که اومدم بیمارستان، تا لحظه که بیمارستان بستری شد. اینی که نشون دادن یعنی مثل همون اقوامی که بودن که همه رو حاضر میدیدی و متمرکز رو کسی نمیشدی؟ نه، اینجا این نبود که مثلا همه ی زندگیمو نشونم بدن که مثلا من هر جا که هر کاری کردم و ببینم، نه، هر جا که من میخواستم و بهم نشون میده، هر جا که من فکر میکردم چه کاری کردم، مثل اینکه یک نواری رد میشد، هر جا من میخواستم استاب میشد. مثلا من میگفتم که خب من مداهی میکردم برای اهل بیت، خب دو تا سه تا هیئت میرفتم سخنرانی میکردم، مداهی میکردم، دقیقا میگفتم خب من یه کار خیلی بزرگ برای خدا کردم، الان میخوام برم به خدا عرضه کنم. این یه عمل خیلی خوشاق مثلا بود، خیلی مثلا با ارزش بود تو ذهن من. بعد خب من خودم مثل اینکه یک دفعه خریدار عمل خودم بودم، خودم محاسبه میکردم قیمتشو، خودم محاکمه میکردم خودم، خودم قاضی بودم، خودم متهم بودم، خودم علیه خودم شهادت میدادم، خودم ارزش گذاری میکردم، خودم قانع میشدم و از دست خودم راه فراری نداشتم. همون نفس لوامه است. اعمال هم مثلا شروع کردیم، اول که یه سری اصلا اون جایی که بهم عنایت شده بود و هی بهم نشون میدادن، من یادم نیست خیلی هاشو، ولی یه سری جا مثلا من یادم بهم نشون دادن 9 ماهگی یا 6-7 ماهگی من داشتم میمردم، من و داداش دوقلوم داشتیم میمردیم و نشون دادن که مثلا مادرم از اتاق کردن بیرون، ما داشتیم جون میدادیم، مثل این ماهی که از آب میدازیش بیرون دهن واز میکنه، من و داداشم داشتیم جون میدادیم، دهن واز میکردیم و همسایه ها گفتن مثلا مامان فلانی برید بیرون از اتاق، کردنش بیرون که جون دادن ما رو نبینن. و خب من متولد نیمه شعبانم و مادرم هم رفت بیرون، من مادرم رو دیدم، رفت بیرون، سر زد به آسمون، سر بلند کرد و شروع کرد گفت که
خدایا اگه آوردشون چرا، اگه میخواستید ببرشون چرا آوردشون، خواستید ما رو بسوزن، حالا که آوردشون نگرشون دار، من نظر امام زمان میکنم، بچه های من سربازه امام زمان نگرشون دار و ما رو نظر کرد و من دیدم اونجا جان ما نجات بده کردم به خاطر دعای مادرم و نظر مادرم. شما از قبل خبر داشتیم مادرت نظر کردم چه قضیه؟ خبر داشتیم، خبر داشتیم. و بعد که برگشتم به مادرم گفتم، مادرم گفت آره شما مثلا بچه که بودید مثلا دوقلو بودید، خب مثلا شیر خشک میخوردید، گفت شیر خشکتون رو عوض کردن، شما سال استفراغ بد گرفتید، تا چند ماه هیچی نمیتونستید بخورید و به حال مرگ گفتید و تمام شد. من گفتم آقا تمام شد، میخوام بریم به همچه اتفاق رو برم شهر بدن و گذشت. همینجور دونه 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 نشونم دادن. بعد جایی که من میخواستم بفهمم چه کار کردم و ارزش کارم چقدره رو مثلا میگفتن چی داری؟ میگفتم اینو دارم، این عملی دارم. مثل اینکه همه عمل رو بهم دادن، گفتن خب حالا چی داری؟ میگفتم من مدعی کردم. اون قسمتی که مدعی کردم رو کشیدم بیرون، فایلشو مثلا میخواستم بررسی کنم وزنش چقدره، گفتم من مدعی کردم، من مدعا بودم، آوردن برام. دقیقا گفتن مثلا شاخترین کارت مدعی کجا بود؟ گفتم مثلا شب شهادت از زهرا فلان هیئتمون فلان فلان قسمت. چقدر من برای مدعی زحمت کشیدم، شعر آماده کردم، مطلب آماده کردم قبلش، حس و حال خوبی داشتم، شروع کردم مدعی کردن. وسط مدعی به نشون دادن که چهچه میزدم، یه دو سه تا چهچه زدم و بعد همون لحظه رو برام آوردن بالا تو دلم، مثل که نیت خودم آوردن جلو چشم که من چرا چشته زدم، چرا اینجا رو بیشتر کشیدم، میکمی مثلا میگه تحریر کرد، تحریر کردم صدام. بعد آوردن نشونم دادم، گفتن که خب من نشون دادم که خودم نشون خودم دادم که آها اینجا رو تحریر کردی که به بقیه بگی آقا چقدر، بقیه بگن چقدر صدا فلانی خوبه، بهتر از فلان مدعا قبلیه، این مدعاش خیلی بهتره، عجب شعری. بعدم نشونم دادم، آخر مجلس رفتن بچه ها پرسیدن بچه ها چجور بوده بشن، هی توقع داشتی از اون شب تعریف کنم. بعد بچه ها میگفتن خودش ترکوندیم شب، عجب حالی بهمون دادی، دمت گرم. بعد همه رو از خودت میدیدی، صفر، همون رو به خودم دادم صفر. بعد بهش خودم گفتم صفر، بعد گفتم آره صفر دیگه، و برای خودم بودم و خودم هم قانع شدم صفر صفر صفر. بعد گفتم خب بعدی، گفتم من مثلا مسئول بسیج بودم، گفتن دیگه چی داری؟ گفتم من مسئول بسیج بودم فلان، گفتن که مسئول بسیج بودین کجا؟ مثلا نشونم بودن که فلان شبی گشت بچه ها رو بخط کرده بودم، لباس بسیج تنم بود، پلنگی پوشیده بودم فلان اینا. پیش خودم گفتم که از جلو نظام فلان، همه رو بخط کردم، به خودم گفتم که برام آوردن، دلم آوردن بالا نشونم دادن فلانی، چقدر اینجا حس میکردی قدرت داری، چقدر بچه ها به توجه دارن، عجب مثلا هیبتی داری، همه به توجه میکنن، خیلی فکر میکردی توی بچه ها رو سرخط کردی، توی بچه ها رو آوردی. آره پیش خودت گفتم آره، بعد گفتم صفر، چون مال خودت بود، صفر صفر دیگه چی داری؟ هی دونه 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 اعمالم گفتم، گفتم بابا من یکی از کار کردم، از مثلا کار کردم از سال 88 کار کردم تا 93، 5 سال من پایین کیس کتک خوردم، زندان رفتم، آوارگی کشیدم، شبانه روزی پایین کیس کار کردم، به جای خیلی بالای مثلا رسید، خیلی روش حساب میکردم اون کیس. گفتم من این کیس رو کار کردم، چه تاثیرگذارم بود مثلا. بعد به نشون دادن، گفتن که نگاه کن شما روی این کیس کار کردین، تو فلان تاریخ قرار بود بری این کیس رو پیش مسئولت پرزنت کنی، مسئول دیگه گفت آقا چون آقای فلانی وقت نداره زیاد، یکیتون بیاد یا شما بیاد یا آقای فلانی بیاد پرزنت کنه. بعد تو پیش خودت گفتی که، بعد نشونم دادن اون تایم که آقا
این کیس مال منه، چرا فلانی بره به اسم خودش تموم کنه؟ این همه زحمتش من کشیدم، مثلا اون چه میفهمه این کیس چی؟ من باید برم، مال من بوده، مال تو بوده، صفر. 5 سال عمرم آیه صفر، چون میخواستم من خودم رو ثابت کنم، برای منم جنگیده، صفر 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 صفر. همینجور رفتن صفر صفر تا رسیدم به ته، تا لحظه که تو بیمارستان مثل یه آدم ورشکسته بیچاره که تمام هستیشو داده، همه سرمایهشو خرج کرده و تازه فهمیده همه این دارایی که داره همش الکیه، چیز به درد بخوره هیچ چیز نداره تو چند. مثل یه تاجری که ورشکست شده. یه مثال برای بچه ها میزنم، مثل این یه کوهنوردی، یه کوله پشتی رو کولش بوده، از 20 سال پیش میخواد بره فتح قله، هی تو را سنگای درشت درشت فکر میکنه این جواهر رو میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی طلا هست میذاره تو کوله پشتیش، اون یکی مثلا زمرد میذاره تو کوله پشت، همینجور بار خودش رو سنگین میکنه و هر چقدر بیشتر بار میکنه سخت‌تر میشه رفتن فتح قله، و به این مصیبت بدبختی میرسه بالا قله کو. بعد که میرسه بالا قله کو میبینه که مثلا اون قله کو پر از این سنگا این جمع کرده، همه ریخته. بعد شخصی هم که میخواد مثلا اینها رو بخره نگاه میکنه، کوله پشتش رو میده به شخصی که بعد اینها رو بخره، مثلا ارزش گذاری کنه، هی دونه دونه از این کوله پشتی در میاره، این که آشغال اصلا طلا نیست، بدله، این چی آوردی؟ اینجا پر از این چی هست؟ اصلا به درد نمیخوره، اون چیه؟ اصلا آشغال آوردی هم به خودت، همه کوله پشتی منو خالی کرد. میگه برداشتم هر آنچه باید بگذاش، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است. همین حالیه که میگه خالی خالی، مثل آدمی گفتم بیچاره، نشستم به گوشه گفتم که خب یعنی هیچ، صفر. گفتم حالا صفر صفرم که نه، مثل این کل پشتی منو برگردوندن روی صفحه مثلا ترازو، اینجور تکوندن، یک کمی غبار گرد و غبار مثلا طلا ریخت کف ترازو، گفتن اینا خوبه، این غباره اینو به درد میخوره، یه سری اعمالی از من خریدن آجا که اصلا فکرشو نمی کردم اینها اصلا عمل خوب باشه یا خریداری داشته باشه، اصلا تو محاسباتم نه، اصلا محاسبهشو نکرده، اصلا نمیدونستم همچه عملی دارم. چی بود؟ ما 5-6 داداش بودیم، نوبتی گفته بودیم مثلا امروز شما رخت خواب جمع کنیم، فردا من، پس فردا اون داداشم، داداشم پیشونده بود رفته بود، من دیدم مادرم میخواد جمع کنه، بدون که مادرم بدون از دست مادرم گفتم من جمع کردم گفتم پیشونده. مادرم گفت خدا شده هر چی میخوای بهت بده، این دعای مادرم و این کار من از من خریدن، طلای ناب خریدن، چون من حسابش نکردم به اعمال. خیلی از این مورد دیگه یادتونه؟ مادرم میخواست به نون بگیره، من دستشو گرفتم گفتم مادر من برم بگیرم، اینو برای من گرفت. یا من آجا من حقوقم مثلا سال 81-82 و 83-84 تازه مشغول شدم به کار، آموزشی بود، 10,000-12,000 تومان بود، مجبور بودم بعد از ساعت کاری میرفتم سر کار برق، لوله کشی ساختمون مثلا لوله برق میشونیم بعد سیم کشی، خسته و خورد ساعت 10 شب از کار دوم برگشت، ساعت 10-11 شب. خب خانومم بند خدا مریض بود اون تایم، من نمیدونستم، یعنی میدونستم مریضه، نمیدونستم اینقدر وضعش خرابه، و خب بیشتر وقت من با بسیج و اینها میگشت، هیئت و بسیج و اینها. ساعت 11 شب رسیدم خونه، تا رسیدم دم در خونه دیدم یکی از بچه های هیئت 10-15 سالش بود، تازه به سن بلوغ رسیده بود، این دم در خونه وایستاده، چی شد؟ دیدم اصلا منگ اصلا ریخته به هم،
توی چی شده؟ با هم میخوام با هم صحبت کنم. گفتم با من خستم. گفتم باید صحبت کنم. گفتم باش. نیم ساعت 45 دقیقه با هم صحبت کنم. مثلا یه پسر عاشق یه دختری تو همون کوچه ما شده بود. باباش گفته بابا من اینو میخوام اینو باباش اینو گفته بود نه این میخواست بره خودکشی کنه. من با این صحبت کردم نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعت طول کشید تو من اینو قانع کردم آرومش کردم گفتم برو سربازی بعد من مثلا من خودم میرم برات خواستگاری شروع کردم اینجور آرومش کردم. این بنده خدا اجل معلقش بود اون شب خودکشی کنه یا تو همون تایم خودکشی کنه. اینو برای من نشون دادن نجات جان. و تو اعمال من میدیدم یه سری جا بهم گفتن جان در برابر جان یه تو کتابش میدم آورده شده. بعد بهم گفتن اینجا ببینی این جونش نجات دادی اینجا جونتو نجات دادی که قرار بود تصادف کنم. من نشون دادن ماشین میلیمتری با من رد شد قرار بود من بمیرم. جان در برابر جان اینا رو از من خریدن. یک مشروب فروش داشتیم تو محلمون مشروب میفروخ اصلا اوباشی بود برای خودش بزن بهادری بود تو محلمون همه ازش حساب میبودن. دو سه تا دوست هم داشت اقوامشون پسرامو هم اینا زیاد داشت. یه شب گشت بسیج من اینو گرفتم. من به جایی که ببرم اینا رو مثلا تحویل بسیج و اینا بدم تحویل بخوان مثلا اذیتشون کنن با اینا خیلی لوتیواری برخورد میدم خیلی اینا رو جذب میکردم به جایی که دفعشون کنم. داداش دمه دیگر ما رو شما حساب دیگه داشتیم میان تو محل شما عرازلای دیگه فلان کار میکنن یه حالتی که زدن زیر چلش یه مقداری غیرتیش کردن یه رفیق شدیم با هم. انقدر رفاقتمون قوی شد اووردمش تو بسیج. تمام نوچه های ایشون و دوستان ایشون هم اومدن تو بسیج. من یک گروه مقاومت را انداختم به نام گروه مقاومت عرازل و اوباش. با اینا می رفتیم تو کوههای ته شهرک فرهنگیان شیراز ساعتها با اینا می گذروندم. به من نشون دادن این پسر قرار بود توی دعوا با چاقو کشته بشه و جونش رو نجات داده بودن و من یه جا قرار بود غرق بشم و ایشون جونش رو نجات داده بودن. جان در برابر اینا رو از من خریدن. لحظاتی که من با اینا گذرونده بودم از من خریدن. چقدر من بابت اینا توبیخ شده بودم سرزنش شده بودم اصلا جز اعمالم حساب نمی کردم. می گفتم بابا الان هستن چقدر تأثیر مثبت تو زندگی اینا داشتم. این شد دانشجو دول کرد چاقوش رو غلاف کرد فرو رفت کتاب دفتر غلاف رفت دانشگاه الان لیسانس رو گرفته مدده همون شهیت شهرک. لحظه لحظه اینا رو از من خریدن. اینا رو از من خریدن چیزی که اصلا من به فکرم نمی رسید جز کارام باشه. اصلا نمی آوردم جز تایمم یا من اینا رو به خدا گذارندم. برسیدیم تو ته یه سری چیار نشون من دادن و جا من خانومم از بچگی سرطان داشت. مثلا 40 روزه بود ایشون سرطانش عود کرده بود. دوباره 14 سالگی دوباره سرطانش عود کرده بود. نزدیک 2-3 هفته شیمی در این اشعه درمانی میشد تو بیمارستان و من سرطان ایشونو بعد از عقد فهمیدم. بعد از عقد و عروسی فهمیدم و من میتونستم خب خیلی درگیر بودیم خیلی با هم درگیر بودیم با ایشون نه با ایشون خلا خانوادگی مقدار مشکل خانوادگی داشتیم. اما خب همون تایمای اول 6 ماه 1 سال اول 2 سال اول انقدر درگیر زیاد بود که من چندین بار تصمیم گرفتم ایشون رو طلاق بدم. و وقتی متوجه شدم ایشون سرطان داشته بچگی بسیار عصبانی شدم و گفتم تماس گرفتم به پدرش گفتم ایشون رو بهت ببرم. شبش رفتم هیئت خب میتونستم طلاقم بدم بدون مهریه به خاطری که از من پنهان کرده بودم. تو همون هیئت سر با آسمون کردم گفتم خدایا من اگه ایشون طلاق بدم چه اتفاق میفته؟ یک دردی به جامعه دولت امام زمان اضافه کردم.
یک دختری از شیعان اهل بیت تو خونه موندگار میشه، داغ به دل پدر مادرش یا داغ به دل امام زمانه، در هر صورت یه نگاه کردم به خدا، گفتم خدا من اینو نگه میدارم، من طلاق نمیدم تا هوای زندگی منو داشته باش، تا هوای منو داشته باشون من. اینو گفتم به خدا، معامله کردم با خدا، عمرم جوونیم. متاسفانه تو بعضی از دعواهامون به من نشون دادن، من دخترم سوخت، بعد از چند بعد از یک سال دو سال خدا یه دختر دو ساله به من داد، یه دختر بهم داد، نشونم داد دو سالگی این بچه رو، دو سالگی، یک سال و نیم، دو سالگی این بچه رو بهم نشونه که دختر سوخت. من از سر کار برگشتم خونه ساعت ده شب، به خانم گفتم خانم یه چای بذار بخوریم، خانم بنده خدا رفت پایین که چای بیاره، دخترم تازه راه رفتن یاد گرفته بود، دست میگیره به در دیوار راه میرفت، یه دفعه دیدم صدا جیغ از تو آشپزخونه بلند شد، هم بچه‌م جیغ زد هم خانمم، رفتم پایین دیدم خانمم داشته کتری آب جوشو خالی میکرد تو فلاسک، این بچه میاد دست میگیره به مادرش بلندشه، مامانم میترسه، کتری آب جوش میریزه از سر صورت دخترم، دختر یک سال و نیم دو ساله، از بالا میسوزه تا پایین، کتری آب جوش خالی میشه رو سرش. به من نشون دادن که ایشون که سوخت بابت چی بوده. من اینو تا آخر بگم، من چندین بار توی دعوا بعد از که معامله کردم با خدا، تو دعوای خانوادگی به خانمم گفتم که خانم آدم که ماشینم میخره و اگه درش خورده باشه گرچه اون خریدار نفهمه، میگه داداش من این در خورده، آره شما نفهمه، این درم یه لکه رنگ داره، بری که غش تو معامله نشه، تقلبی تو معامله نباشه، بنده خدا حق و ناس گردنش نباشه. بابا مامان تو چجوری بچه که سرطان داشتی به من نگفتن؟ چرا اول بهم نگفتید؟ این کلام من رو نشونم دادن. خانمم ناراحت شد، قرکت رفت تو اتاق، دل سوزوندی بچه تو سوزوند. خانمم رفت تو اتاق شروع کرد گریه کردن، به مادرش گفت مادرش سوخت، به باباش گفت باباش سوخت، به من گفتن که دخترت سوخت، بعد بهم نشون دادن همون تایمو که دخترم سوخت، گفتن مگه تو معامله نکرده بودی با خدا؟ گفتم چرا؟ گفت دیگه چرا تیکه انداختی؟ چرا سوزوندی؟ چرا نیش زدی؟ چرا سوزوندی؟ مریضیش مگه دست خودش بوده؟ ما بهش دادیم، ما به هر بچه سالم 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 هم بخوایم تو هر زمانی بخوایم مریضی میدیم، بکش. من سوختم، دخترمو رفتم تو آشپزخونه دیدم سر تا پاش سوخت، تاریک بود آشپزخونه، لباسشو کندم گرفتم زیر آب یخ آوردمش تو نور، دیدم گوشت به پوست به صورت این بچه نمونده، تمام سر و صورتش و چشماش و دستاش و پاش همه سوخته بود. بچه‌مو گذاشتم رو سینم، راه افتادم تو ماشین، سوار ماشین شدم رفتم بیمارستان قطب الدین شیراز، به هر کی التماس میکردم گفتم کنارم بشین بچه‌مو بگیر تا بریم بیمارستان، سوار میترسیدن سوار بشن. رسیدم بیمارستان قطب الدین، ماشین رو پارک کردم، سریع بچه هم بغل گرفتم بردمش پیش دکتر اورژانس، سریع آوردنش و پماد خالی کردن رو سرش و سر و صورتش و پاش و اینها و پانسمان کردن، بهم گفتم ببرش، گفتم کجا ببرمش؟ ببرد بستریش کنم، گفت بستری نه، ببرش چشم پزشکی. گفتم چشم پزشکی چرا؟ گفت ببین
پلک بچه رو اینجوری با یک پرس داد بالا، دیدم دوتای چشم دخترم خاکستر شده، مثل ماهی که رو آتیش کباب میکنی چشمش خاکستری میشه. دوتا مردمه که چشم سوخته به این دیدم، گفتم بکش تا آخر عمر بکش. نچه هم گذاشتم رو سینم، دوباره از بیمارستان قطب الدین رفتم بیمارستان. تازه فهمیدم چرا بچه‌م توی مسیر خونه تا بیمارستان قطب الدین دنبال من میگشت، چشمش نمیدید، ناله میکرد دنبال من میگشت. بچه‌م رو شستم گذاشتم رو سینم رفتم بیمارستان چشم پزشکی خلیلی، بیمارستان خلیلی پشت بیمارستان نمازی. اونجا رفتم فرود دکتر چشم پزشکی بدون نوبت سریع راه میدادن، رفتیم داخل. یه نگاه کرد به چشم، گفت دوتا قرنیه سوخت، هیچ کاری از دست ما برنمی. گفتم بابا یعنی تمام شد؟ گفت تمام شد، سوخته. دوتا قطره انداخت تو چشم، گفت فردا ببرش شاید بیمارستان، شاید بیمارستان خدا دوست، اونجا شاید بتونن کاری کنن. من فهمیدم یه غلطی کردم، همون لحظه فهمیدم یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم که بدارم تاوانشو میدم. بچه هم گوشتم بسیدم، نرفتم بیمارستان خلیلی، نرفتم بیمارستان قطب الدین سوخته. بچه هم برداشتم رفتم خونه، گفتم خانم یه غلطی کردیم، این شد. باشه آقا تا صبح بالا سر دخترم روزی حضرت زهرا خونه، بسم دخترم زهرا هست، تا صبح بالا سرش روزی حضرت زهرا قسم دادم میشیم، روزه حضرت رقیه خوندم، من میخوندم، من و مادرش بال بال میزدیم بالا سر این بچه، بچه ناله میکرد و گریه میکردم و توبه کردم، همونجا توبه کردم، همونجا گفتم خدایا غلط کردم، هر چی بوده تو ببخش، تو ببخش. من نفهمیدم چیکار کردم، من اونجام نفهمیدم چی بر چه اثری بوده، اثر کدوم گناهم بود. بعد تو اونجا فرد صبحش بچه رو بلند کردیم، من خودم صبح زود رفتیم بیمارستان خدا دوست، اثر تو برمیگرد. بچه رو بدون نوبت بردن پیش شاگرد دکتر خدا دوست، بچه رو گذاشتیم و همه دکترها شاگرده دورش جمع شد. بچه یک و نیم ساله، دختر نابینا شده سوخته، همه دلشون میسوخت. هم رفتن شاگرد ارشد دکتر خدا دوست رو بردن پایین، دوتا پانسمان رو باز کرد، گزارش دیشب دکتر بیمارستان خلیلی هم خوند، هی نگاه کرد، هی اینو نگاه میکرد، هی چشم بچه رو نگاه میکرد، گفت که چشم سالمه. گفتم با من خودم سوخت دیدم سوخته. یه نگاه کردم دیدم چشمای بچه هم مثل دوتا مروارید داره میدرخش. همونجا افتادم رو زمین، گفتم خدا غلط کردم، ممنونتم. و گذشت و اونجا تو اعمالم دیدم به خاطر چی این بلا سر ما، فهمیدم خیلی از بلاهایی که سر ما میاد تو این دنیا جا، خیلی از بلاهایی که سر ما میاد اثر خیلی از کارهایی که میکنیم، خیلی از زخم و زبونهایی که میزنیم، خیلی از، شاید کسی متوجه نشه، شاید کسی نفهمه، ولی اون شخصی که باید اون تو حسابمون میاد، حساب میاد، خیلی از ضربه‌ای که می‌خوریم به خاطر اون اعمالی است که متوجهش نیستیم.